با شما عزیزان همچنان هستیم در ادامه برنامه و در این لحظات برنامه مهمان عزیزی را با خود می‌داشتم با شما از طریق اسکایپ روانشناس محترم شرف الدین عظیمی و می‌خواین در ارتباط با رشد شخصیت در خانواده صحبت خوبشون همراه ما شریک بسازن و امروز دیگه جمشید همراهشون مصاحبه داره ای که چی گفتنی هایی داره شما هم بیننده باشید و بیشتر بفهمید که واقعا رشد شخصیت در خانواده چقدر مهم است و چه نکاتی را شما عزیزان باید در نظر بگیرید. بله استاد گرامی همچنان از طریق خط اسکایپ با ما هم کلام است. جناب استاد سلام، صبح بخیر. علیکم السلام، صبح شما هم بخیر، صبح همکار استادان بخیر و صبح اعضایی که در استودیو دوم با شما همکاری میکنن هم بخیر و اعضایی که بیننده هستن در داخل و خارج افغانستان همچنان بخیر. امیدوار هستم با انرژی و نشاط آغاز کرده باشید. سلامت. ما از اول صبح گفتیم که پنج شنبه ها معمولا خیلی با نشاط با انرژی کارهای خانه آغاز میکنن. از این بگوین که تاثیرات مثبت با انرژی بودن چی هست؟ خب این بیشتر به طرز دید، به طرز فکر و اندیشیدن و ذهنیت انسان رفت دارن که حالات و وضعیت رو چطور مدیریت میکنه و چطور با ناملایمات با ناسازگاری ها سازگاری میکنه. بله. من تصور میکنم که فرد که اینمی جوهر را، اینمی کمال را، اینمی به اصطلاح راز را یا به اصطلاح عام اینمی سر پیدا کنه با نشاط میشه. دقیقاً. از موضوع خارج نشیم، خوب نکته اشاره کردین، خواستیم بیشتر بدانیم. شما به عنوان یک استاد روانشناس، موضوع برنامه ما در رابطه با نقش خانواده در رشد شخصیت است. اما بیاین از اینجا شروع بکنیم، یک مقدمه داشته باشیم که انسان کدام وقت کدام زمان آغاز گرفتن شخصیتشان میشه که اونا احساس بکنن یا بفهمن که ما یک فرد با شخصیت هستیم. خواستیم یک مقدمه بدانیم بیشتر. بله، در بحث های کلاسیک و بسیار سابقه و دیر زمان روانشناسی این بحث ها جریان داره که شخصیت آدمی، شخصیت فرد از دو عامل بسیار بزرگ متأثر است. یعنی دو علت و دو عامل، دو محیط، دو ابزار، دو وسیله بسیار زیاد روی شخصیت آدمی تاثیر میگذاره. یکی زندگی فرد قبل از تولد و یکی هم زندگی فرد بعد از تولد. در قبل از تولد هم ژن‌ها، کروموزوم‌ها، وراثت و انواع از عوامل، دلایل، غذا، حالت خوشی و ناخوشی مادر، تشعشعات، حالت و وضعیت اجتماعی، صدمه‌ها و تجارب بدی را که مادر تحمل می‌کنه، حوادث را که مادر تحمل می‌کنه، اینا همه تأثیر داره روی شخصیت کودک، شخصیت جنین قبل از تولد. اما او عامل به عنوان یک عامل جدی و کلان در آغاز و به اصطلاح در اساس نقش قابل تعامل داره. اما اینکه انسان تولد میشه، بعد از تولد چهار پنج عامل و چهار پنج محیط دیگه تأثیرات آغاز میکنه که یک خانواده است. به گونه مثال اولین محیطی که بعد از تولد تأثیر میگذاره خانواده است، بعدش همسالان است، بعدش اجتماع است، بعدش مکتبش است، مسجدش است و بعد از اون رسانه ها است که امروز بسیار نقش بازی میکنه و در رسانه های امروز رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی و تصویری است و رادیو است و اخبار و ایناست تأثیر میگذارن. اگر بیایم سر خانواده، به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بسیار جدی روی شخصیت کودک، روانشناسان باورشان است که خانواده به عنوان اولین نهاد، به عنوان بالیترین، اساسیترین نهاد میتونه که برای مکتب، برای مسجد، برای اجتماع، برای جامعه و برای رسانه ها و اینا یک فرد رو بده. یعنی اولین گهواره، اولین اساس بعد از اساسی که از تولد میاد خانواده است. و در بحث های امروز و جدید روانشناسی بیانگری است که حالا که خانواده مطرح هست، بس فعلی است که نقش پدر، نقش مادر، نقش برادر، نقش خواهر و نقش تکنولوژی و جدایی و سولیدن های خانواده، نقش تنازعات و منازعات و کشمکش ها و ورشکستگی ها و دیکتاتوری ها و آزادی های مطلق و جبرها و اینا همه به عنوان عوامل در درون خانه نقش دارند. حالا اگر خانه شما یک خانواده دموکرات است، شما یک فرد سالم به دنیا میاید. اگر خانواده شما یک آزادی مطلق است، بی‌بندوبار است، شما یک فرد
ناسالم به جامعه تقدیم میشه. اگر خانواده شما مستبد است، دموکرات است، که متاسفانه خانواده افغانستان زیادترش استبدادی و مستبد است، که ما اولادای ما بسیار با اعتماد به نفس پایین، با عزت نفس پایین، با جرأت پایین، با شجاعت و دلیری پایین به جامعه تقدیم میشن و زیاد شجاع نیستن، زیاد خود خودشان نیستن و زندگی اکثرشان برای مردم میکنن. این بود ابعاد مختلف شخصیت که در خانواده منشأ و ریشه میگیره. بله استاد، نکات خیلی خوب را اشاره کردین. اگر بزرگای خانواده در ساختن شخصیت کودک، جوان، نوجوان خود درست ایفای وظیفه نکرده باشه، آیا این جبران دوباره داره؟ آیا اینا به اصطلاح عامیانه بگویم که نقص در اینا نبوده، نتوانستن که اطفال خودانه یا نوجوان خودانه یا جوان خودانه با مو سیستمی که باید اینا با یک شخصیت در جامعه تقدیم شود در خانواده باشن کرده باشه یا خیر؟ باید بگویم که در این قسمت نگاه ها و دیدگاه های روانشناسا متفاوت است. اگر ما بریم به روانکاوی و پیروان فروید و یا خود زیگموند فروید، اونا میگفتن که آنچه که تا 7 سال، تا 8 سال، تا 10 سال، 12 سال رخت میشه به عنوان شخصیت، اونمو شخصیت است. هیچ کس بعد از اون تغییر کرده، تغییر داده نمیتونه. اگر قرار است تغییر کنه، او تغییر نیست، او صرف تأثیر پذیری است. یعنی شما متاثر میشین، تغییر نمیکنین، تحول نمیکنین. دیدگاه و نگاه روانشناسانی که پیرو مکتب روانکاوی است، یعنی گروهی از روانشناسا به این باور است که افراد و اشخاص هر آنچه که در کودکیش بگذره، اونمو اساسش به اصطلاح بنیادش، بیسش و رخت شخصیتش میشه. اونمو فقط رشد میکنه، اونمو شخصیت پیدا میکنه و اونمو شخصیت پیدا کرد، اونمو رشد میکنه. اما روانشناس های بقیه مکاتب، مثلا رفتارگرایان و امثال هم مکاتب دیگه که وجود داره در کنار روانکاوی و حتی گاهی اوقات به ضد روانکاوی، اونا باورشان نیست که نخیر، اگر انسان بخواهد تا آخر عمر تغییر میکنه، متأثر میشه و تاثیر میگذاره. ولی همه مکاتب به این باور است که آنچه که خانواده یا اساس گذاشته او اساس است. خب یک گده باور داره تغییر نکنه، یک گده نمیکنه. یعنی قبول شدن خانواده به عنوان یک بنیاد، به عنوان یک تاثیرگذاری عمیق و اساسی و گاهی اوقات هم ناتغییر شونده، این همه باور داره. من خواستم از خانواده ها و از شما و از دوستایی هست و دوستایی که صدای من رو بشنوند که ایره که باز بعدن جور خواد شد، بعدن تغییر خواد کرد، بعدن خودش خود خواد ساخت، به این باور طفلکای خود قرارش ندید. از امیال متوجهشان باید باشیم، از امیال باید مواظبش باشیم، از امیال باید مراقبش باشیم تا کودکای ما سالم به دنیا بره، به جامعه بره. و زمانی که سالم رفت، اونجا باز میتونه که سالمتر شود، قشنگتر شود، موفقتر شود. و به باور که خب برو حال 6 ساله است، برو حال 5 ساله است، برو حال 3 ماه است، 4 ماه است، خیر که کلامشو باز خودش یاد میگیره، اینا باورها و ذهنیت‌های جامعه ماست که زیاد به نظر مسائل نیست. استاد، زمانی که یک شخص، یک فرد از این آدرس متضرر شده یا احساس کمی، کمبودی کرده و بخصوص در شرایط امروزی خیلی از جوانان یا نوجوانان است فهمیدن که شاید ما به خود یک شخصیت نساخته باشیم، آیا تغییر مکان، تغییر جا میتونه که یک انسان دوباره عمو خاصایی که داره بخواد خودش به عنوان یک شخصیت بارز بکنه، امکان پذیر است یا خیر؟ بله، اگر اینجا شما دقیقاً بخواید نظر مرا بپرسین، نظر مرا بخواید، ما به باور هستم، ما به می ذهنیت هستم که انسان قابل تغییر است، انسان تغییر میکنه. هم از لحاظ شرعی و دینی اگر ما ببینیم، یک لکه 24 است پیامبر، 4 کتاب آسمانی، همه فرستادن، همه ادیان بدون اسلام هم، ادیان ابراهیمی هم ببینیم، بقیه ادیان هم، همه به باور است که انسان سالم میشه، انسان تربیت میشه، انسان تغییر میکنه، انسان خوب میشه، انسان بهتر میشه، بهترین میشه. حتی از نظر داروین هم اگر ببینیم، اون نظریه تکامل، از اون لحاظ هم که ببینیم داروین و نظریه پردازه که مربوط به اون میشد یا پیروانش، به این باور بود که انسان قابل تغییر است. من هم به این باور هستم که انسان قابل تغییر است. مکاتبی که امروز ایجاد شده، پنتونایی که شما میرین درس میخوانین، کتابایی که شما میخوانین، برنامه هایی که شما میبینین، دوستایی که شما که تعامل دارین، همه میتونه روی شما تاثیر بگذاره، همه میتونه شما را تغییر بده، همه میتونه شما را کمک بکنه. ما باوری نیست که کتاب خوب، برنامه خوب، فیلم خوب، دوست خوب، پنتون خوب، مکتب خوب، همسایه خوب، همسر خوب، زندگی خوب، اعضای خوب، بستگان خوب اگر انتخاب شود، ما میتونیم تغییر خوب کنیم، شخصیت خود را خوب، بهتر، موثرتر بسازیم.
بسیار عالی. و در این شب روز عامیانه هر فردی که مقابل یک کس قرار میگیره یا به گفتگو میپردازن یا با مشکل مواجه هستن، توهین میکنن یک شخص، میگن به شخصیت. این چقدر تاثیر منفی داره بالای روحی روان یک فرد یا یک نوجوان یا یک جوان که زمانی که خطاب بکنن بگوین برش که به شخصیت هستی؟ متاسفانه که ما اینمی کلمه خودش در ذاتش در نفسش اشتباه است. هیچ انسان به شخصیت نیست، هیچ انسان به یک کرکتر و به یک پرسنلیتی نیست. هر انسان یک شخصیت و یک کرکتر داره. به اصطلاح هیچ کس کس را نمیتونه بگه تو به شخصیت هستی. منظور و اعضای ما که کسی میگه تو به شخصیت هستی، منظورش چیست؟ یعنی تو دروغ میگی، یعنی رفتارت مشکل داره، یعنی تو حسادت داری، یعنی رفتارت مشکل داره، یعنی تو بیوعده هستی، رفتارت مشکل داره. خوب است ما اعضای ما و همه ما به باور باشیم که شخصیت انسان را چریپا نکنیم، شخصیت انسان را عدم نسازیم، شخصیت انسان را به اصطلاح توهین نکنیم. ما فقط بگیم خوب عزیزم، رفیقم، دوستم، همسرم، بچم، رفیقم، همکارم، اینی رفتار خوشایند نیست برای من، اما شخصیت زیاد دوست دارم، تو یک شخصیت بسیار خوبی هستی، اما اینی رفتار، اینی حرکت، اینی برخورد درست نیست. ما خوب است به این رقم پیش بریم و برای طرف مقابل هم به وضعی که بگیم شخصیت به شخصیت هستی یا شخصیت خراب است یا شخصیت تو درست تر است، خوب است که او را به زد و به دشمنی بیشتر وا نداریم، او را به رفتارهای بیشتر سوق ندیم، فقط برش بگویم گزم اینی تو بسیار آدمی خوبی هستی، یک شخصیت بسیار خوبی داری، اما اینی حرکت فلانه وقت در فلانه موقع بنابر دلیل که از وجود داره یا داشت ما خوشحال نبود برای من، اگر میره تغییر بدیم این رقم خوب است. ما بگویم اگر از دشمنی هم بگیم که میگیم یک کسی تو به شخصیت هستی، خوب است برش بگویم تو دروغگوستی، تو دروغ میگی، تو حسود هستی، تو متعصب هستی، تو تنبل هستی. این رقم اگر بگویم خوب میشه، درست نیست ولی این رقم صحیح است. اما این که بگیم شخصیت نداری، تو به شخصیت هستی، این کلمه در ذاتش درست نیست. تشکر. به عنوان آخرین سوال میخوایم اینه بدانیم که ما چیگونه میتونیم در اجتماع امروز یک شخصیت کامل باشیم و یک شخصیت خوب باشیم؟ بله، ما اگر دوستای خوب انتخاب بکنیم، ما اگر نهادی که در اونجا آموزش میبینیم تربیت میشیم اونجا رو خوب انتخاب بکنیم، ما اگر همسر خوب انتخاب بکنیم، ما اگر کتابای خوب رو به خاطر مطالعه انتخاب بکنیم، ما اگر دوستای خوب، برنامه های خوب، سریال خوب، فیلم خوب، برنامه خوب، رسانه خوب رو به خاطر که سر ما تاثیر خوب بگذاره انتخاب بکنیم، همه میتونه روی شخصیت ما تاثیر نقش و با تاثیر گذاری خود و اما اثر گذاری خود به یک شکل و یک داشته باشه. اما اگر کسی میخواد واقعا بفهمه که چه شخصیتی داره و چه شخصیت را به اصطلاح چگونه به شخصیت خود کمک بکنه، اون چیزی که داره، ما نظر بیست که اونا با یک دانشناس بشینن که بفهمن که چه شخصیتی را داره هستن و اونمو شخصیت را، انواع شخصیت هایی که ما داریم، اونمو شخصیت را چگونه به چه شکل کمک بکنه درست. سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه صبح زندگی. واقعا نکات خیلی خوب را اشاره کردین و موضوع خیلی خوبی را که ما انتخاب کرده بودیم و شما بیشتر روشنی انداختین. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.